سرخط خبرها و مهمترین ها، افراد ناشناس یک مرد کهنسال را در قندهار به قتل رساندن، یک مرد و یک زن در فاریاب به قتل رسیدن، مصاحبه احمد مسعود با روزنامه اسرائیلی و پاسخ به دو پرسش. عمق فاجعه دیشب بسیار عمیق، لطفاً به کمک بشتابید. مشروع خبرها، منابع امنیتی طالبان در قندهار میگویند که یک مرد کهنسال به نام سید محمد در حوزه ششمین شهر از سوی افراد ناشناس به ضرب ساطور به قتل رسیده است. به گفته منابع، افراد ناشناس این مرد را در منطقه جوان‌آقای کلاچه از مربوطات حوزه ششم شهر قندهار به قتل رسانده و سپس از ساحه متواری شدند. منابع امنیتی میگویند که این قتل انگیزه شخصی داشته است، اما هنوز قاتلان شناسایی نشده است. بر اساس اطلاعات این منابع، پلیس طالبان در قندهار پسر این مرد را برای تحقیقات در مورد قتل پدرش بازداشت کرده است. قتل های مرموز در این اواخر در شمار از ولایت های کشور افزایش یافته است. عاملان این قتل ها معمولا افراد مسلح ناشناس خوانده می شود. یک مرد و یک زن در فاریاب به قتل رسیدند. منابع ملی در فاریاب از قتل یک زن و یک مرد جوان در ولسوالی تازه تاسیس لولاش این ولایت خبر دادند. یک منبع گفت که این زن و مرد جوان در روستای نریج ولسوالی لولاش به قتل رسیدند. به گفته این منبع، این زن و مرد با هم رابطه نامشروع داشتند و از سوی پسراندر این زن با شلیک گلوله کلاشنیکوف کشته شدند. یک منبع محلی دیگر میگوید که مرد مقتول از چند مدت به این طرف با زن مامایش رابطه نامشروع داشته و هر دو توسط برادر زن مامایش کشته شدند. این منبع افزود که همسر زن مقتول شغل جلابی یعنی خرید فروش مواشی دارد و هنگام وقوع رویداد در خانه حضور نداشته است. مسئولان محلی طالبان در فاریاب قتل این زن و مرد را تایید کردند و گفتند که عامل قتل از ساحه رویداد فرار کرده است. ارتباط نامشروع میان زنان و مردان در افغانستان بارها منجر به قتل یک یا دو یا هر دو طرف شده است. طالبان نیز در بیش از 2 سال گذشته که بر افغانستان مسلط شدند، از بازداشت دهها مرد و زن به اتهام داشتن رابطه نامشروع خبر داده و در ملای عام شلاق زدند. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد: عمق فاجعه زلزله هرات بسیار گسترده است. دهها روستا به گونه کامل ویران شده، اما رسانه های هرات نتوانستند خسارات و تلفات این زلزله را به دنیا مخابره کنند. نیروهای نجات و امدادرسان در هرات بسیار اندک و توان رسیدگی به این فاجعه را ندارد. هیچ کشور تا هنوز آماده کمک نشده است. این در حال است که صدای آمریکا گزارش داده است. شمار کشته شدگان زلزله در هرات به بیش از 2000 نفر رسیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به نقل از آمار ریاست رسیدگی به حوادث طبیعی ولایت هرات گفته است که بیش از 2000 نفر در نتیجه زلزله اخیر در هرات جان باختند. مجاهد روز یک شنبه در شبکه اکس نگاشته است که در مجموع در نتیجه زلزله روز گذشته در هرات 2053 نفر در 13 روستا جان باخته و 1240 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مجاهد، این زلزله 1320 منزل مسکونی را نیز ویران کرده است. سخنگوی حکومت طالبان افزوده که 10 تیم نجات به محل اعزام شده و آب آشامیدنی، غذا، دوا، البسه و سایر مواد ضروری را برای آسیب‌دیدگان زلزله با خود بردند. این در حالی است که تیم‌های امدادرسان نیز در عملیات جستجو و نجات در هرات حضور دارند تا به گیرماندگان زیر آوار و زخمیان این زلزله مرگبار کمک کنند. مقامات اداره مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت هرات گفتند که زخمیان این حادثه زیر تداوی قرار دارند. پیش از این موسی اشعری رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات به خبرگزاری فرانس پرس از زخمی شدن بیش از 1000 زن، کودک و افراد مسن و کشته شدن 120 نفر خبر داده بود. مولا جان سعید سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که ساحات وجود دارد که ساختمان‌ها در آن کاملا از بین رفته و خانه‌ها آسیب دیدند. به گفته او مردم هنوز هم در زیر آوار گیر ماندند. اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا گفته است که مرکز این زلزله در شمال غرب ولایت هرات بوده و 7 پس لحظه به شدت بین 4.6 و 6.3 درجه به مقیاس ریکتر این ولایت را تکان داد. مرکز این زلزله در 40 کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد. پس از وقوع نخستین زلزله، زنان و کودکان در جاده‌ها و دور از ساختمان‌های بلند دیده شدند.
ملا جان سایق اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در مناطق کوهستانی و روستاها در اثر زلزله بخشهایی از زمین دچار لغزش شده است. بر اساس تخمین 2019 بانک جهانی، تنها جمعیت شهر هرات مرکز این ولایت به 1.9 میلیون نفر میرسد. پیش از این زلزله شدید و تاریخ 22 جون 2022 در ولایت پکتیکا و خود سبب مرگ 1036 نفر و زخمی شدن 2949 نفر دیگر شده بود. در ماه مارچ سال روان میلادی زلزله‌ای که شدت آن 6.5 درجه به مقیاس ریکتر بود، مناطق را در افغانستان و پاکستان تکان داد که در اثر آن 13 نفر کشته شدند. مرکز این زلزله در عمق 103 کیلومتری در ولسوالی جرم بدخشان بود. مصاحبه احمد مسعود با روزنامه اسرائیلی و پاسخ به دو پرسش ادامه اش. واکنش نرم به کشورهای منطقه. جبهه مقاومت ملی چنان که نتوانسته دستگاه سیاست خارجی دولت‌های غربی را در مسیر مخالفت با طالبان هدایت کند، در جلب حمایت دولت‌های منطقه نیز موفقیت قابل دید نداشته است. روسیه، هند، ایران و برخی جمهوری‌های آسیای میانه که در گذشته از عامیان جبهه زیر طالبان بودند، این بار دارند در راه کسب رضایت طالبان هزینه می‌کنند، نه جنگ با این گروه. در این میان انتظار جبهه مقاومت ملی از کشورهای منطقه به ویژه اسلامی بیشتر است، چون این کشورها نباید قرائت طالبانی از اسلام را مجال رشد دهند و مهمتر از آن به رسمیت بشناسند. در این صورت استمداد جبهه مقاومت از اسرائیل را می توان نوع واکنش نرم در برابر این کشورها دانست، به این معنا که اگر کشورهای منطقه به ویژه آنانی که با دولت‌های غربی میانه خوبی ندارند با مطالبات جبهه مقاومت لبیک نگویند، ممکن است دست به دامن اسرائیل شود. البته به نظر نمی رسد که کشورهای اسلامی جز ایران این چرخش را جدی بگیرند، چون تلاششان معطوف به عادی‌سازی رابطه با اسرائیل است، نه دورجستن از آن. 3. نمایش تصویر مدارجویانه. یکی از ایرادهایی که بر جبهه مقاومت ملی وارد می شود تاثیرپذیریش از آموزه های جنبش اخوان المسلمین است. این بعد زمان بیشتر داغ شد که یکی از اعضای رهبری این جبهه در صفحه فیسبوکش نوشت که فقط مسلمانان می توانند اعضای جبهه باشند، نه نامسلمان ها. به باور وی نامسلمان ها فقط می توانند هوادار باشند و جبهه حمایت کنند. همچنان در گفتگو با یکی از رسانه ها مدعی شد که دلیل اخراج یکی از کسانی که می توانست عضو رهبری جبهه مقاومت ملی باشد، حمایتش از ایده های مارکسیستی بوده است. این اظهارات بازتاب منفی در رسانه ها داشت و این شایعه را در ذهن ها خلق کرد که گویا میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در فهم از متون اسلامی تفاوت چندان وجود ندارد. به این معنا که جبهه مقاومت چون طالبان با مدارای میانه خوبی ندارد و اندیشه مخالف را بر نمیتابد. حالا شاید مسعود در گفتگو با رسانه اسرائیلی خواستار عملگرا بودنش را نشان دهد تا بتواند تصویر عرفی مدارجویانه و غیر اخوانی از جبهه مقاومت ملی به نمایش بگذارد. تشکر که تا این دم با ما بودید.